با صحبت با مریم غنی دختر جمهور غنی برام جالب بود که از سال 2001 به این طرف به افغانستان رفت آمد دارد تا کنون چند فیلم از وی شامل جشنواره بین المللی شده و کارهای هنریش به افغانستان نیز رابطه دارد ما هم کار مکمل خالقی در سفری که به شهر سن لوئیس ایالت میزوری داشتیم با مریم غنی در مورد کارهایش گزارشی تهیه کردیم که با هم مشاهده میکنیم بخشی از کارهای هنری مریم غنی با ساب دهنده های مهم جامعه و تاریخان آن میباشد مریم غنی نویسنده و فلمساز از منطقه بروکلین نیویورک اکنون برای دوره کوتاه در پوهنتون سن لویس ایالت میزوری برنامه خاص هنری را تدریس کند. مریم با آمدن در شهر سن لویس در مورد به تحقیق پرداخته و طی چند ماه اخیر نخستین نمایشگاه هنری ملتیمیدیا یا چند رسانه وی راجع به این شهر در موزیم سن لویس به نمایش گذاشته شد پروژه uh, جدید شهر و شهر سه بخش دارد که بخش اول لان... متن از کتاب است بخش دوم یک سلسله عکسهایی از جای مختلف شهر سنت لوئیس است که من آن را با این روایت افسانوی درآمیختم و بخش سوم در برگیرنده تجهیزات صدا است اریک لوتس مسئول بخش نمایشگاه شهر و شهر از مریم غنی در موزیم سنت لوئیس. است او که شش ماه برای نمایشگاه کار کرده میگوید در این کار هنری مریم با استفاده از آینه شکسته می خواهد مشکل شر واقعیت و مرگ را نشان دهد که با هزاران راز همراست. Um, مریم در اینجا با دوستش ایروین کلی که در فلم های هم نقش دارد زندگی می کند و با هم برای ساختن پروژه هنری که در آن تاریخ سن لویس را نشان بدهند علاقه من بودند. که هنرمندان ملتیمیدیا یا چند رسانه ای تخنیک کارشان مشخص نشده اما مریم با استفاده از تکنیک فلمش برای علاقمندان بسیار مورد بحث است و هر قدر به هر سلسله کار مریم اگر نگاه کنید بیشتر آن را درک می کنید. البته چند پیش از بابت کشته شدن یک سیاه پوست در یه پولیس سفید پوست در شهر فرگستان از جامعه سن لویس نام این منطقه بیشتر روی زبان ها افتاد و مورد بحث قرار گرفت. مریم غنی در نمایشگاه چند بخش را در نظر گرفته است او که در تهیه کار هنریش که جزء هنر معاصر و فلم مستند است شهر سنویس را با استفاده از فلم عکس صدا و موسیقی همراه با متن خیالی در قالب هنری به تصویر کشیده است وای بخشی از کارش را که هاوی صدای مردم این شهر است بیشتر میپسندد فکر می کنم آن بخش به قلبم بیشتر نزدیک است زیرا ساختنش یک تجربه دشوار بود زیرا من با مردم از تمام حساس شهر در تماس شدم تا این بخش هنری را تولید کردم و به صداهایشان در مورد شهر گوش دادم و بسیار برایم احساس برانگیز بود مریم غنی در مجموعه هنری دیگرش که به نام سنگ از آبیات می شود و در نیویورک به نمایش گذاشته شد زندگی مردم ناروی را در زمان قبل از استخراج نفت و در اصل سنگ به تصویر کشیده است اما در میان سایر کارهای هنریش در امریکا و اروپا بخش دیگری از کار هنری ملتی بانوغنی پروژه ناتمام نام داشته که بیشتر به افغانستان رب دارد. پروژه که رویش کار میکنم و کار هنری آینده است پروژه فلم هنری است. من تای چند سال اخیر روی جمعوری پنج فلم ناتمام سالهای 1978 و 1991 کار کردم که دوره کمونست و مقاومت در افغانستان را نشان می دهد. فلم های ناتمام که در خود فلم گنجانیده شده تاریخ دیدگاه ذهنی دولت کمونیست را باستاب می دهد. را که آن دولت می خواست ولی آن طور نشد و افغانستان کمونیستی که هیچگاه عرضه وجود نکرد بلکه صرف در آن زمان روی تصویر بود مریم با این جمله دریخواست خواست را به هنر بیان دارد هنر uh, نمک زندگی است uh, so, <laughs> مریم زکاوت و استعدادش در کارهایش مشاهده می شود و با آنکه از سیاست دوری جسته اما واقعیت این که به وی به عنوان دختر از جمهور می غیر قابل انکار است مریم غنی میخواهد به خاطر فیلمسازی و مفاقدهایش در این عرصه در افغانستان شناخته شود. قابل یادآورید که مریم غنی با که به هفت زبان به شمول زبانهای ملی تسلط داره اما مریم ترجیح داد که در مورد هنرش به انگلیسی با ما صحبت کنه مریم غنی با هنرمندان افغان و پانتور پا کابل دیدار نموده و در ترتیب کتابخانه هنری به رنگم کاری کرده و در نظر دارد که در آینده در ساختن اولین کتابخانه دیجیتالی افغان فیلم نیز همکاری کنه همچنین مانند هر هفته در رسانه اجتماعی گزارش صفحه وبسایت دری صدای آمریکا در مورد مریم غنی دو دختر از غنی در رسانه اجتماعی به خصوص صفحات فیسبوک صدای یعنی انعکاس گسترده داشت افغانها از استعداد مریم غنی به عنوان یک هنرمند نیست استقبال کردند